به نام خدا. طرز تهیه فالوده که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوشجان موجود می باشد. برای تهیه فالوده یه ظرف رو بذارمش روی حرارت، آبی که داشتیم بریزم تو ظرفم، و شکر رو بهش اضافه میکنم. در ابتدای کار حرارت رو زیاد میکنم تا آب و شکر به جوش بیان. بعد از اون حرارت رو کم میکنم به مدت 10 دقیقه، اجازه میدم تا شربت غلیظ بشه. الان 10 دقیقه از زمانی که آب و شکر رو گذاشتم رو حرارت گذشته، شکر حل شده و روی مایع من حباب هایی ایجاد میشه که دیگه این کافیه. شربتم یکم غلیظ شده، کافیه. میذارمش کنار تا سرد. الان دیگه شربت خنک شده، بهش گلاب رو اضافه میکنم، مخلوطش میکنم و ظرف رو که ظرفتون ظرف فلزی باشه خیلی خیلی بهتر، میذارمش توی فریزر به مدت 4-5 ساعت تا بسته بشه و یخی بشه. دوستای خوبم، برای تهیه فالوده قدیم ترا خب از نشاسته استفاده میکردن که انشالله فرصت های بعدی با نشاسته هم آموزششو برای شما خواهم گذاشت، ولی امروز میخوام از این رشته های نشاسته که یا برنج، رشته های برنج که توی خارج از ایران فروشگاه های چینی دارن و توی ایران هم اونایی که مغازه هایی که لوازم قنادی می فروشن، این رشته ها موجوده که کار رو برای تهیه فالوده آسان تر کرده. یه قابلمه آبو گذاشتم که جوش اومده، الان رشته نشاسته یا رشته برنجمو بهش اضافه میکنم، مثل ماکارانی، طرز پختش مثل ماکارانی، و اجازه میدم تا وقتی که رشته ها نرم بشه. زمان پخت این رشته ها روی لفافی که درش نگهداری میشه نوشته میشه. الان مال من، رشته من 5 دقیقه هم نشد که پخته شده. ببینید به این شکل، چون همرنگ آبه، به این شکل پخته شده دیگه. حالا بعضی هاشون ممکنه تا یه ربع هم طول بکشه. حالا من اینو وارد صافی میکنم و آب سرد رو روش میگیرم، میذارم تا خنک بشه. الان اینجا اون شهدی که با گلاب و شکر درست کرده بودم گذاشته بودمش فریزر که یخی بشه، به این شکل منظور من بوده که در اومده، آماده است. بخشیشو جدا کردم که بریزم روی رشته های نشاسته که سریعتر اینا یخ بزنه. اینجا هم رشته هایی که پختمش، رشته نشاسته و آب سرد گرفتم و الان آماده. اینا الان یه کمی قدشون بلنده، میتونین با قیچی یه مقداری اینا رو کوتاهش کنید به این شکل.
این الان آماده است. حالا این رشته ها رو میریزم روی این شهدی که از قبل آماده کرده بودم. خیلی آروم با چنگال پخشش بکنید که زیاد له نشه. خیلی آروم. و الان اون شهدی که ازش یه مقداری برداشته بودم این رو هم میریزمش روی این رشته ها که رشته ها به شکل یخی در بیاد. بعد از چند دقیقه رنگ رشته ها سفید میشه. الان رشته هایی که پختیم خیلی رنگ شده بود، شفاف شیشه ای شده بود. حالا این رنگش عوض میشه. تو همین حالت به اندازه 10 دقیقه دیگه میذارمش تو فریزر، دیگه آماده سرو کردن هستش. دوستای عزیزم، فالوده آماده شده که همراه با شربت آلبالو یا شربت شاتوت و آبلیمو سرو میشه. بسیار خوشمزه است. امیدوارم شما هم درست کنین، دوست داشته باشین. نوشه جان.